به نام خداوند بخشنده مهربان سلام من شیدا از قرزاده هستم مجری و مدرس فنون ارتباطی خیلی خوشحالم که با دوره آموزشی اجرای صحنه و مجریگری در کنار شما هستم عزیزان بسته آموزشی اجرای صحنه و مجریگری برخواسته از چند سال تجربه اجرای صحنه است که سعی شده مهمترین معلفه هایی که علاقه مندان ما در بدو ورودشون به دنیای جذاب مجریگری با اون رویارویی دارند با زبانی ساده و گویا مطرح شده باشه موضوعاتی مانند تکنیکای جذابیت کلام معلفه های مجری خلاق باید ها و نباید های اجرای صحنه و مواردی مشابه در کنارش تمرین هایی برای اینکه این آموزه ها به شکل عملی هم مرور بشه هدف از این آموزش واکاوی نیازهای اساسی و اولیه اجرای صحنه است. اول مرورشون میکنیم و بعد تکنیک های بهبودشون رو با هم کار میکنیم. شما پس از این دوره آموزشی باید بتونید یک اجرای فرضی چند دقیقه ای داشته باشید. راستی من عمیقا معتقدم خوب خودمون رو گاهی جای دیگران بگذاریم. پس با اجازه از طرف شما سوال میپرسم خودم هم پاسخشون رو میدم. حالا اگر موافقین بریم برای آموزش اجرای صحنه و مجریگری فصل یکم مجری و اهمیت اجرای صحنه درس اول تعریف اهمیت و حساسیت اجرای صحنه عزیزان چه بخوایم چه نخواهیم توانایی در ایجاد ارتباط نقش مهمی در موفقیت ما داره اگر بگیم تمامی راههایی که به موفقیت ختم میشه از گذرگاهی به نام سخن گفتن عبور میکنه صحبت بیراهی نیست همونطوری که سالها قبل شاعران شعر فارسی در اهمیت صحبت کردن شعرها سرودند مثلا خاقانی گفته من در سخن عزیز جهانم به شرق و غرب که از شرق و غرب نام سخنبر نکوتر است یا مولوی صحبت کردن رو نردبان آسمان دونسته اونجایی که گفته نردبان آسمان است این کلام هر که زین بر می رود آید به بام نی به بام چرخ کو اخذر بود بل به بامی کس فلک برتر بود یا در جای دیگه سعدی ای به هنر آدمی رو در پس زبانش مخفی میدونه البته تا زمانی که صحبت نکرده باشه گوش کنید تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نخفته باشد این بیشه گمان مبر خالی است باشد که پلنگ خفته باشد حافظ هم سخن رو همون قلمی میدونه که بر صفحه گیتی نقشی از خودش به یادگار به جا میگذاره حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میخوام بگم مهمترین شکل تبلور ارتباط مبتنی بر سخن گفتن در کار یک مجری نمود پیدا میکنه. از طرف دیگه اجرای صحنه و مجری شدن پاسخی ناب به میل و آتش اجرای سحنه است در بین علاقه مندان. من مثالی که میزنم اینه اگر از یک جمع مثلا سه هزار نفری به صورت رندوم و برنامه ریزی نشده به صورت اتفاقی سوال بشه که کیا دلشون میخواد مجری بشن از طیف جوان و نوجوان و میان سال فرقی نمیکنه. شاید یک درصدی مانند 60 یا 70 درصد دوست داشته باشن که مجری بشن حالا فرق میکنه این مسئله جلوتر که رفتیم من توضیح میدم از این 60 70 درصد شاید 10 یا 20 درصد در حالت خوشبینانه مستعد باشن عزیزان همینجا اجازه بدید بگم چون بحثش پیش آمد علاقهمند با مستعد فرق میکنه هر علاقه مندی نکته دقت کنید هر علاقه مندی لزوما مستعد نیست ما جایی که بتونیم فرق بگذاریم بین اینها خیلی خوبه که علاقمند خیلی علاقه داشته باشه با کسب مهارت و تجربه به این استعداد شکوفا بشه و به مستعد تبدیل بشه اما در ابتدای کار این دو تا نکته و این دوتا مفهوم با هم فرق میکنند پس گفتیم اجرای صحنه فرق نمیکنه و مجریگری از نوع رادیوییش از نوع تلویزیونیش پاسخی ناب به میل و آتش دیده شدن تا جایی که به قول یکی از همکاران رسانه همه دلشون میخواد مجری بشن مگر اینکه خلافش ثابت بشه خانم از صرف شما سوال میپرسم به کی میگیم مجری تعریف مجری چیه به صورت ساده اگر بخوام توضیح بدم و خیلی روان تعریفش کنم مجری کسی است که در برنامه رسانه شامل صوتی و تصویری یا در نشست و همایش هایی با موضوعات مختلف فرق نمیکنه به آغاز کننده برنامه محسوب میشه به آغاز برنامه میپردازه آغاز میکنه برنامه رو و به معرفی بخش های مختلف برنامه های گفتگو محور و چند قسمتی میپردازه. دوباره بگم چشم این تعریف کامل نیست هنوز. مجری کسی است که در برنامه رسانه شامل صوتی و تصویری، دیداری و شنیداری یا در برنامه های مانند جنگ، جشن، همایش، نشست با موضوعات مختلف آغاز کننده برنامه است و بخش های مختلف برنامه رو اعلام میکنه. همچنین دعوت از میهمان رو بر عهده داره میهمان و کارشناس های برنامه رو دعوت میکنه و در کنارش برنامه های جانبی مانند مسابقه رو هم انجام میده پس این شد یک تعریف ساده و روان از مجری شاید در نگاه اول به نظر برسه که کار مجری ساده است فقط یک آغاز و اعلام برنامه باشه اما واقعیت اینه که سال هاست سالهاست که دیگه کار یک مجری یک کار فانتزی و هاشیه نیست بلکه حالا میگم سالهاست از زمانی که توجه کارشناسان حوزه ارتباطات به نقش و اهمیت جایگاه مجری معطوف شده دیگه شاید از اون بحث فانتزی و هاشیه به اصلی ترین بخش یک برنامه گفتگو محور و چند بخشی تبدیل شده کار مجری اهمیت مجری مجری کسی است که معلفه که آموخته رو علاوه میکنه اضافه میکنه به تجربه هر زمانی دقت کنید من از علاقمندان خواهش میکنم همیشه خودتون رو یک دانش آموز و دانشجویی بدانید در این عرصه که از آموختن حراسی نداره بلکه استقبال میکنه یک مجری خوب توانمند و باهوش تمامی معلفهایی که آموخته رو با تجربه اضافه میکنه در هم میآمیزه اینها رو و به خوبی اون چیزهایی که آموخته به مخاطب بسیار ارزشمند و باهوش خودش ارائه میده تقدیم میکنه یک مجری باهوش میدونه که در بیشتر مواقع صحنه اجرا صحنه آزمون و خطای او نیست یعنی نباید به این شکل باشه چرا زیاد دیدیم که اتفاق افتاده یک خطای کوچک به منزله خسارت و در واقع لطمه جبران نشدنی به برگزار کننده اون برنامه شده اون برنامه ای که از مای مجری دعوت کرده و در واقع نقطه ایست برای پایان کار من مجری که حالا حتی صحوی اون خطا و اشتباه رو انجام دادم به منزله پایان کار ماست و دیگه عرض کردم خسارتی به برگزار کننده های اون برنامه یک مثال براتون بزنم چند سال پیش با یکی از ادارات قرارداد بستیم برای اجرای صحنه مرسومش اینه اینو توی ذهنتون داشته باشید یک جلسه توجیهی قبل از برنامه اصلی با مجری در بیشتر مواقع گرفته میشه که بگن حالا کندکتور و اون معلف هایی که باید عنوان بشه چیا هستن کارشناس ها کیا هستن محل رو خود مجری ببینه با زیادتون باشه شد نکته در نکته نکته اول اینکه جلسه توجیهی گذاشته میشه نکته دوم که همینجا فیلم مجلس باید توی ذهنتون باشه اینه که اگر ممکنه تا اونجایی که ممکنه قبل از اجرای اصلی حتما اون سالن رو یک بار از نزدیک ببینید تا اون سنگینی فضا برای شما کم بشه من در جلسه توجیهی که با حالا مسئول روابط عمومی اون اداره داشتم برای بستن نهایی برنامه یک جمله رو به من گفتن گفت خانم مسخر ما یکی از همکارای شما رو دعوت کردیم که بیاد برای حالا یک برنامه‌ای مدیر اون سازمان و اون اداره هم ظاهرا توی برنامه بوده گفت مجری و همکاری که دعوت کردیم جمله گفتن که من همونجا دلم میخواست زمین دهان باز کنه و من رو ببلعه خب این که بماند دیگه با اون مجری کار نکرده بودن و میخواست به من خیلی حالا محترمانه چیزی رو بگه که حواسم به کارم باشه به منی که حالا چند سال برنامه اجرا کرده بودم و صحنه رو حالا میشناختم اما چی گفتم گفتم چشم نکته سومی که دلم میخواد همینجا فیلم مجلس به شما بگم اینه عزیزان اگر میخواید موفق بشید چشمگوی خوبی باشید بگید چشم چه اشکالی داره من مجری توی اون چند ساعتی که در خدمت اون سازمان و اون اداره هستم اون سازمانی که زحمت کشیده برای برگزاری یک برنامه بگم چشم هیچ اشکالی نداره و واقعا از جایگاه ما به عنوان موجی کاسته نخواهد شد خواهش میکنم این اتاف داشته باشید مثالش توی کلاس های فن بیان و اجرای صحنه به عزیزان هنرجوی من اینه مانند جیوه باشید دیدی جیوه موقعی که توی ظرفی ریخته میشه شکل همون ظرف رو به خودش میگیره خواهش میکنم توی اون چند ساعتی که اجرای اون برنامه رو به عهده دارید چشمگوی خوبی باشید هیچ اشکالی نداره من به اون همکار حالا روابتو میگفتم چشم و خیالش رو راحت کردم که حواسم به جملاتی که میگم هست درسته که میدان دست ماست صحنه دست ماست اما مجاز نیستیم همه چیز رو بگیم حتی اگر درست باشه و منطقی باشه پس یه مرور از چند دقیقه پیش تا الان داریم در مورد تعریف مجری صحبت میکنیم اهمیت و حساسیت اجرای صحنه گفتیم این آتش و میل اجرای صحنه در خیلی ها هست گفتیم که این مجری شدن یه پاسخ به این میل و آتش و تا اینجا رسیدیم که بگیم که صحنه شاید بیشتر مواقع صحنه آزمون و خطا نیست و یک مجری باهوش حواسش هست که چی میگه صحنه رو خوب میشناسه و حالا نمیدونم نکته چهارم پنجم فکر میکنم باشه باز یه خاطره و یه تجربه خدمتتون بگم حالا میخواستم بگم نکته چهارم یادم اومد که نکته پنجمه بعد گفتم نه نکته چهارمه یه چیزی که بین هنرجوها عموم و شمول وجود داره چانه زدن با ما سر که خانم مثلا نکته 1356 م نبود 1357 م بود فرقی نمیکنه شما مطلب رو بگید شما هر اسمی روش بگذارید ما صدا میکنیم میخوام خدمتتون بگم به مخاطبتون احترام بگذارید مخاطبتون رو بشناسید میرسیم به این نکته ها بعض این نکته ها میاد توی ذهنم و میخوام اتصالشون بدم به بحث اصلی پس این شد از تعریف اهمیت و حساسیت جایگاه مجری فصل یکم درس دوم ویژگی های پایه برای ورود به دنیای اجرای صحنه باز از طرف شما سوال می کنم. خانم چه ویژگی های حد اقلی و پایه در من علاق مند باید وجود داشته باشه تا بتونم به این عرصه پا بگذارم؟ نظرات متفاوته. پاسخ اینه. نظرات کارشناسان مختلف حوزه ارتباطات و حوزه اجرای صحنه و همکاران پیشکسوت در این ارتباط متفاوته. اما خیلی فکر کردم دیدم مهمترینش سه بخشه یعنی شاید بتونیم مهمترین معلفه های پایه و حد اقلی رو که علاق مندان قبل از فراگیری هر آموزشی نیاز دارن که در خودشون داشته باشن رو لیست کنیم ببینیم چیا هستند یک میگم نظرات مختلفه اما عمده ترینش از نظر من اینها هستند یک اینکه فرد علاقه مند صدایی حالا من میگم متفاوت خیلی از پیش و کارشناسان میگن زیبا صحبت میکنیم راجع بهش اونها میگن صدای زیبا و دلنشین داشته باشه درسته؟ من میگم صدایی متفاوت و اثرگذار داشته باشه چرا؟ میگم این نظر منه وقتی بگیم صدای اثرگذار و متفاوت اون زیبایی و دلنشینی رو توی دل خودش داره در خیلی از موارد کسانی که صدای متفاوت دارن صدای اثرگذار دارن شاید نتونیم توی معلفه های زیبایی و دلنشینی اون رو وارد کنیم اما میبینیم نه این صدا اثر خودش رو به خوبی روی مخاطب نگذاره. پس اولین شرط و اولین معلفه ی حد اقلی برای اینکه یک علاقه مند، پا به عرصه اجرای صحنه بگذارد داشتن صدایی متفاوته حالا زیاد روی این اولی دومیش با هم چونه نزنیم یکیشون یکی از مهمترین اولی طبق لیستی که ما داریم خدمتتون ارائه میدیم دوم اینکه صحنه گردان خوبی باشه دیدین توی جمعی وارد میشین یک فردی کل جمع و اصطلاحا دست گرفته از اینی که صحبت بکنه در جمع عبایی نداره ترسی نداره قشنگ میتونه با افراد مختلف ارتباط برقرار کنه یه دو تا تنز و لطیفه هم چاشنی کارش میکنه ما به این افراد میگیم صحنه گردان صحنه رو به خوبی دست میگیره و سوم داشتن اعتماد به نفس بالاست اعتماد به نفس خوب اعتماد به سقف نها اعتماد به نفس خوب شاید سوال براتون پیش بیاد که این اعتماد به نفس میره توی دل اون صحنه گردانی قرار میگیره اگر اینجوری نگاه کنیم به موضوع دو تا معلفه اصلی وجود داره بله چون کسی که صحنه گردانی میکنه قطعا روی اعتماد به نفسش حساب کرده دیگه از صحبت در جمع حراسی نداشته صحنه و اون جمعی که درش قرار گرفته رو به خوبی میتونه تحت کنترل خودش داشته باشه این دو سه مورد رو اگر کسی داشت علاقه مند بود. ببینید عرض کردم چند دقیقه قبل علاقه مند با مستعد فرق میکنه. اگر فردی علاقه مند بود در بیشتر مواقع میتونه اون استعداد که شاید کم باشه در نزد او رو بیاره بالا سلاحن و شکوفا کنه. اما یک موردی وجود داشت در بین یک از هنرجوهای من به تجربه و خاطر خدمتتون ارز بکنم. صدای بسیار گیرایی داشت. بسیار جذاب صحبت میکرد. اما هیچ علاقه ای به اجرای صحنه نداشت یعنی این یک مورد نادر بود من حتی باش صحبت کردم حتی بهش مشاوره دادم و ازش درخواست کردم که بیاد تو این حوزه اما ایشون گفتن که من هیچ علاقه ای ندارم علاقهش روی کار دیگری بود که اصلا ارتباطی هم نداشت حالا کسی که این ستا پیشفرز رو داشت علاقه مندی که صدای متفاوت حس اعتماد به نفس خوب و قدرت و توان صحنه گردانی رو داشت به شرط اینکه نقص گفتاری نداشته باشه مانند لکنت شدید نقص گفتاری نداشته باشه و از جهت سلامتی هم در حد مسلوبی باشه میتواند به شرط فراگیری مهارت های اجرای صحنه وارد دنیای جذاب مجریگری بشه فصل دو باید های فراگرفتنی اجرای صحنه درس اول برخی از مهارت های ضروری اجرا اگر خاطرتون باشه در فصل قبل در مورد بعضی از معلفه هایی که علاق مندان قبل از کسب هر گونه مهارت باید در خودشون داشته باشن تا به این عرصه پا بگذارن کمی با هم صحبت کردیم. در این فصل میخوایم به ضروری ترین مهارت هایی که علاق مندان به اجرای صحنه در ابتدای ورودشون به این دنیای جذاب نیازه که برای فراگیریش اقدام کنن با هم صحبت بکنیم. من این بایدها رو با اجازه شما به دو دسته تقسیم کردم. اول بایدهای فرا کسب شدنی و دوم بایدهای رفتاری و شخصیتی مجری. و در این درس میخوام در مورد بایدهای فرا با شما صحبت بکنم. یکی از ضروری ترین موضوعاتی که علاقه مندان در ابتدای ورودشون به عرصه اجرای صحنه و مجریگری نیازه که برای فراگیریش حتما اقدام بکنن یا اگر میدانن اون رو بهبود ببخشن تسلط به زبان و ادبیات فارسی نمیگم در فاز خیلی تخصصی اما در این حد که دیگه فائل رو بشناسه مفعول کدوم صفت قید اسم انواع سرکه های مختلف شعر انواع قالب های شعری چرا تاکید دارم روی شعر به جهت اینکه شعر عزیزان در کار یک مجری معجزه میکنه من به شما خواهم گفت چه زمانهایی برای شعرخانی یک مجری مناسب به نظر میرسه یه تجربه براتون بگم سبک کار هر مجری شامل مواردی میشه که او به نام خودش رقم میزنه مثلا آغاز صحبتش به چه شکل است چجوری پایان میده صحبتش رو و کار خودش رو اینها همه سبک کار او رو میسازند و پارامترهای دیگه که شامل حالا موارد جزئی تر خواهد شد حتی نوع پوشش یک مجری چه واژه ها چه کلماتی رو در ادبیات خودش به کار میگیره با مردم چطوری برخورد میکنه با مخاطبهاش درسته؟ تمام این موارد سبک او رو میسازن گفتم تجربه سبک کار من به این شکل هست که در ابتدای صحبتم حتی قبل از این که به نام خدا بگم و سلام و احوال پرسی کنم با توجه به موضوعی که قراره اجرای اون برنامه رو به عهده داشته باشم یک شعر کوتاه رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به خوندن پس سبک کار شما می تواند به این شکل باشد که شما در ابتدای صحبتتون یک شعری رو انتخاب کنید علت اصرار من برای شعرخانی و تسلط شما به صحیخانی اشعار و ابیات هم همینه عزیزان میتونید حس بسیار خوبی رو در آغاز کلامتون به مخاطبتون تسری بدین انتقال بدید و مخاطب پیش خودش فکر کنه که نه انگاری این موجی که من آمدم پای صحبتش بنشینم و اجرای این برنامه رو به عهده داشته باشه کارش رو بلده میدونه که حس حس و لحن در انتقال پیام کار او بسیار حرف خوبی رو خواهد گفت یکی دیگه از معجزه هایی که شعر و شعرخانی در کار اجرای صحنه میتونه انجام بده مدیریت این سکته ها و وقفه هایی است که در برنامه اتفاق میافته دست من و شما هم نیست درسته که انسان خیلی قدرت داره و برق و نمیدونم تمام منابع انرژی رو در اختیار داره اما گاهی واقعا دیدم که خدمتتون میگم ابر و باد و ماه و خورشید همه دست به دست هم میدن که یک اتفاقی بیفته بسیار دیدم که خدمتتون عرض میکنم سخنران محترم آمده و خواسته آماده بشه برای انجام سخنرانیش ولی تمام اون ابزار کاری که همراه خودش آورده و خیلی هم برای مثلا بالا آمدن پاورپوینتش زحمت کشیده تلاش کرده برنامه‌ریزی کرده اون اتفاق لازم نمیافته. اینجا یک مجری خلاق یک مجری باهوش میدونه که میتونه با خواندن چند بیت دقت کنید چند بیت مرتبط کوتاه و توأم با صحیح خانی اون جمع رو مدیریت بکنه پس شد در رابطه با شعر داریم صحبت میکنیم در کار مجری در اون مواردی که باید فرا بگیره گفتم که بحثی است به نام زبان و ادبیات بعد گفتم که تسلط به شعر و شعرخانی و الان دارم در رابطه با محلهایی با شما صحبت میکنم که خواندن شعر ضروری به نظر میرسه بهتره که اتفاق بیفته و اصلا کار شما رو زیباتر میکنه گفتم خدمتتون گاهی برنامه به اون شکلی که قبلا برنامه ریزی شده پیش نمیره خدمتتون عرض کردم اینجا و پیش آمدن وقفه ها و سکته هایی که کاملا اجتناب ناپذیرن یعنی نمیشه گاهی واقعا مدیریتشون کرد اینجا محل معجزه در واقع کار یک مجری باهوش هست میدونه که میتونه با خواندن چند بیت کوتاه مرتبط و توأم با صحیحخانی اون وقفه پیش آمده رو مدیریت بکنه من برای شما یکی دو نمونه مثال میزنم و به شکل عملی اجرا میکنم که بگم اگر خواستیم در ابتدای برنامه یا انتهای برنامه شعری رو بخونیم به چه شکل خواهد بود در ابتدای برنامه این دو روز مانده را با کفش دوزک ها برقص با کلاقان دوست باش با مترسک ها برقص صحنه های خیمه است این دنیا بخند ای مبارک پیش چشم نامبارک ها برقص سلام بروی روی ماه همه شمایی که تحت هر شرایطی لبخند میزنید خوش اومدین به برنامه لبخند بزن تا دنیا هم به تو لبخند بزنه لطفا تا انتهای برنامه با ما همراه باشید مثالی برای خواندن شعر در انتهای برنامه خب میرسیم به انتهای برنامه دلم میخواد در این بخش پایانی به شما بگم من به صد منت و خواهش ز خدا خواستم مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت برسد هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور ایام بکام و خدا نگه دارید. مهارت دیگری که علاق مندان به اجرای صحنه در ابتدای کار خودشون برای فراگیری یا تقویتش حتما باید اقدام کنن مهارت نویسندگی. بله، نوشتن. اجازه میخوام از یکی از چالش های بزرگ زندگیم همین لحظه رونمایی کنم. چالش من با هنرجوهای دوره های مختلف مجریگری و گویندگی در پاسخ به این سال که خانم چرا یک مجری باید نوشتنش رو هم تقویت بکنه؟ خیلی سر و کله میزدن. پاسخ اینه. یک مجری در این حد که بتونه متنهای خودش رو متنهای اجرای خودش رو خودش بنویسه باید بر نوشتن تسلط داشته باشه باید بتونه برای اون ماهیت اصلی قالب اصلی اجرای کار خودش یک سناریو بنویسه و اساسا فراگیری مبانی نویسندگی و اون در واقع چارچوب های نوشتن به تقویت گفتار اونیز کمک میکنه پس در گام بعدی یک مجری باید نویسنده خوبی هم باشه. یک تجربه خدمتتون میگم. چرا من با نوشتن آشتی کردم؟ من مانند خیلی از شما که از نوشتن روی گردون هستید خیلی با نوشتن مشکل داشتم. چرا؟ چون در نوشتن ایدئالگرا بودم و اگر یک جمله میخواستم بنویسم باید یک برگه آچاری رو قرار میدادم جلوی خودم یک چند تا خط خط کشی شده هم زیرش قرار میدادم که اصطلاحان خطم نره و بعد شروع میکردم به نویشتن. و دلیل دومش این بود که من در هر کاری که بنوشتن مربوط میشد به کامپیوتر شخصی خودم تکیه میکردم خاطرم هست زمانی که تعهد داشتم برای انجام رادیوهایی که به شکل روتین و هفتگی به بعضی از ادارات و سازمانها تحویل میدادیم و کار نویسندگی و تهیه کنندگیش با من بود توی همون زمان کامپیوتر من خراب شد. اینکه چقدر به کائنات غر زدم بماند، اینکه چقدر عشق و زاری و لابه کردم باز هم بماند، اما از اونجایی که در پس هر اتفاقی که میفته خیریت و مسلحتی نهفته است، بعدها فهمیدم که این خراب شدن کامپیوتر تو اون به به خصوص دلیلش این بود که من با نوشتن آشتی کنم و اون شد که دفترهای خوب من به دنیا اومدن. و شروع کردم به نوشتن نوشتم و نوشتم هر چیزی رو عزیزان ثبت کردم با تاریخش الان که مراجعه میکنم گاهی لبخند میزنم گاهی به خودم قول میزنم که اصلا چرا اینجوری نوشتی ولی بعد که جلوتر رفتم دیدم در نوشتن نباید ایدئالگرا بود سوال باز از طرف شما میپرسم چه کار کنیم که با نوشتن آشتی کنیم حالی نوشتنمون خوب بشه من به شما توصیه میکنم اول در نوشتن ایدئالگرا نباشید. هر چیزی که به ذهنتون رسید بنویسید. فرقی نمیکنه. حالا به عنوان تمرین هم میتونم خدمتتون بگم از زبان اشیایی که اطراف شما هستند بنویسید. به عنوان مثال از زبان دکمه که از لباس شما کنده شده یا از زبان برگی که دوران شباب و سبزی و جوانی خودش رو پشت سر گذاشته و به زردی و خزان رسیده. دیگه اینکه به قول شاعر گفتنی حال من خوب است اما با تو بهتر می شود. هر چیزی که حال نوشتنتون رو خوب می کنه همون رو مقدماتش رو حاضر کنید. اگر قلم و مداد و خودنویس و روان نویس خاصی استفاده می کنید. اگر فکر می کنید با گرفتن دفترهای زیبا بهتر می تونید به نوشتن روی بیارید. یا نه اگر از کامپیوترهای شخصی خودتون استفاده می کنید هران چیزی که حال نوشتنتون رو خوب میکنه همون کار رو انجام بدید بزرگی میگفت من صبح که از خواب بیدار میشم حدودا سه چهار صفحه می نویسم. قبل از اینکه هر کار دیگه ای رو شروع بکنم و روز خودم رو آغاز بکنم از همه چیز می نویسم. عزیزان بنویسید حتی اگر فکر میکنید چیزی برای نوشتن وجود نداره خوراکی وجود نداره از اون دقدقه های ذهنی خودتون بنویسید از آمال و آرزوهاتون بنویسید. گلایه کنید به یک دوست، به عزیزی که ازش رنجیدید. از همه چیز بنویسید و در گام نخست در نوشتن ایدئالگرا نباشید. این ایدئالگرا بودن در نوشتن گاهی باعث میشه که ما فکر بکنیم که این کاغذهای مچاله شده و در سطل‌های کنار میزهای در واقع کار نشون دهنده اینه که من خیلی دلم میخواد رسمی بنویسم، خیلی نوشتنم چارچوب خاصی داشته باشه به اون استانداردهای نوشتن خودم رو نزدیک کنم برای کسانی که در گام نخست تازه وارد هستن نوپا هستن این نوشتنه نباید خیلی حالت ایدئال به خودش بگیره و خواهش من از شما این هستش که برای اینکه آرشیوی از کارهای خودتون رو از سناریوهایی که برای اجرای خودتون می نویسید یک آرشیو تهیه بکنید خواهش میکنم هر چیزی که می نویسید بالای صفحه تاریخی رو بزنید که هم دسترسی شما به اون آرشیو آسانتر باشه و همین که بعدها که به امید خدا در کمال صحت و سلامت به اون نوشته ها مراجعه کردید شاید لبخند بزنید شاید هم مثل الان من که نوشته های چند سال پیش خودم رو بعضیاشون رو نگاه میکنم به خودتون غور بزنید اما کلام کلی من این هست نتیجه تمام این صحبت ها این هست عاشق نوشتن باشید بنویسید تا کار اجرای شما هم روی غلطک بیفته و روان تر بشه. درس سوم تلفظ صحیح واژه ها. یکی دیگه از کارهایی که به جذابیت کار یک مجری بسیار کمک میکنه این هست. تلفظ صحیح حروف و واژه ها. سوال کسی هست که هنوز الفبای فارسی رو حفظ نکرده باشه؟ برای اون دسته که شاید احمال کاری کرده باشن و یا شاید یادشون رفته خیلی سریع حروف الف با رو یک دور مرور میکنیم. الف ب ه ت س جیم چ ه خ دال زال ر ز ج سین شین ساد زاد یا سه ز تا زا عین غین به تلفظ غین دقت کنید یک لطافتی در پی داره عین غین ف ق فرقش با غین در اتک یا ضربه است که همراه داره ف ت کاف گاف لام نیم نون و یا واو ه ی بعضی از این حروف اصطلاحی که در رابطه باشون به کار میبرم اینه مچگیر هستند یعنی چی یعنی تعداد بیشتری در تلفظ اونها دچار اشکال میشن من بعضی از این حروف به اصطلاح مچگیر رو با شما در میون میگذارم پ تلفظش با پرتاب هوا از داخل دهان به سمت بیرون همراه اصطلاح صدا بردارها اینه یک اتک یا ضربه همراه داره دقت کنید پ این حروفی که گفتم تعداد بیشتری شاید باهاشون مشکل دارن یکی از اونها از نظر من پ هست من مثال هایی رو در ابیات و اشعار برای شما یا همچنین واژه ها بیان می کنم پاپوش پاپ پادشاه این کلمه یه پادشاه هم از اون دو تلفظی هاست که انتخابش با شماست که تصمیم بگیرید کدوم رو در تلفظ خودتون به میون بیارید ملازمان سلطان کرساندین رساند این دعا را که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا غزل شماره 6 حافظ یا درودی چو نور دل پارسایان به دانشم خلوتگه پارسایی غزل شماره 492 حافظ حرف دیگه ای که حالا هم میشه گفت مجگیر هم به لطافت و زیبایی کلام یک مجری بسیار کمک کننده است حرف ج هست. دقت کنید ج جدار جاودان جاویدان جانشین جرعه سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هش هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست جرعه جام حرف دیگه چه هست؟ دقت کنید چه چگونه چتر چانه زدن چشم ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در و به شکرانه بسوخت علت این که این کلمات و واژه ها رو این حروف رو در ابیات و اشعار استفاده می کنم اینه این شعرخانی خیلی به لطافت کاری یک مجری کمک می حرف ر اینجا یه مقدار آهسته تر حرکت میکنیم چرا؟ چون تعداد زیادی رو دیدم که در تلفظ حرف ر مشکل دارن واقعیت اینه که بازسازی و بهبود تلفظ حرف ر سنش عزیزان محدوده کارشناسان حوزه زبانشناسی میگن معمولاً بچه ها تا سن 6 سالگی وقت دارن که تلفظ حرف ر رو یاد بگیرن البته این به اون معنا نیست که اگر کسی در بزرگسالی در تلفظ حرف ر مشکل داشت دیگه ناامید بشه کما اینکه یکی از هنرجوهای خود من که در یکی از دورهای آموزشی آمده بودن و من خدمتشون بودم به شدت در تلفظ حرف ره مشکل داشتن اما خیلی علاقه داشتند و تمرین هایی که بهشون میدادیم رو با اشتیاق و پشتکار انجام میدادن من دو تا تمرین رو برای بهبود تلفظ حرف ر با شما در میون میگذارم تو اگر کسی در میون شما در تلفظ حرف ر مشکل داشت با انجام این تمرین ها امیدوار باشه که بتونه در اجرای صحنه حرفهای خوبی برای گفتن داشته باشه تمرین اول رو اسمش رو گذاشتیم حرکت جارویی زبان یعنی حرکت زبان از قسمت حلق به سمت دندان های جلو به این شکل دقت کنید و همزمان تلفظ ر دقت کنید ر یعنی از انتها از سمت حلق این ر رو به سقف دهان می کشید و به سمت جلو میارید ر چند بار تکرار کنید حرکت دوم رو بچه ها خیلی بهش علاقه دارن و توی بازی هاشون دیدیم که انجام میدن در واقع شبیه سازی صدای رگبار مسلسل دقت کنید یک مسلسل فرضی دستشون میگیرن و به یک سیبل و هدف فرضی هم شلیک میکنن یه چند نفر همین لابلا کشتی میشن دقت کنید یک صدای شبیه شلیک مسلسل با انجام این دو تا تمرین میتونید امیدوار باشید که اگر نقصی در تلفظ حرف ر وجود داره بهبود داده بشه و یک توصیه که به عزیزان علاق من دارم اینه در ابتدا اگر نقصی اگر مشکلی در تلفظ حرف ر هست در بیان واجه ها و کلماتی که در اونها حرف ر وجود داره به اصطلاح گل کنید با غلوف اون رو بیان کنید من به عنوان تمرین بخشی از متن زیبایی از پابلو نرودا رو خدمتتون ارائه میدم شمردم فکر میکنم حدوداً هفتاد تا ر داره اگر کامل قرائت بکنید و به نظر متن خوبی هست برای تمرین تلفظ حرف ر دقت کنید به آرامی آغاز به مردن میکنی این اصلش هست اما کسی که میخواد تمرین کنه تلفظ حرف ر رو اینجوری خونه به آرامی آغاز به مردن میکنی یعنی روی ره ها تأکید بیشتری داره اصطلاحاً اره اونها رو ادا میکنه اگر برای مطمئنی در نامطمئنی خطر نکنی اگر ورای رویاها نروی اگر ورای رویاها نروی خب این هم مثالی بود برای بهبود تلفظ حرف ر جذابیت مهارتی ضروری برای اجرا. در گام بعدی مهارت‌هایی که یک مجری در ابتدای ورودش به عرصه اجرای صحنه نیاز هست که نسبت به فراگیری و آنگاه بهبودش اقدام کنه میرسیم به موضوعی به نام جذابیت سوال مگر جذابیت رو میشود فرا گرفت؟ بله پاسخ اینه که بله مقدمات مبانی جذابیت در بیشتر موارد فرا گرفتنیه می شود کسبشون کرد نسبت بهشون آگاهی کسب کنیم و آنگاه نسبت به بهبودشون اقدام کنیم با نگاهی به تعریف جذابیت در میابیم که امر درونیست یعنی از درون آدم ها شکل میگیره و ارتباط بسیار مستقیمی با باورهای فرد داره و میتونیم در یک جمله به میزان کشش آدم ها به سمت فردی اون رو تعریف بکنیم. سوال باز از طرف شما میپرسم. جذابیت تکوی نیست؟ یعنی با فرد متولد میشه یا اینکه نه قابل کسب کردن هم هست. همونجوری که گفتم معلفه های جذابیت رو میشود کسب کرد. فرا گرفت و این نیاز داره که ما نسبت به جذابیت و اینکه شامل چه مواردی میشه آگاهی داشته باشیم. در کار اجرای صحنه من جذابیت کاری یک موجی رو به دو بخش تقسیم کردم. جذابیت در رفتارش و جذابیت در گفتار و کلامش. در واقع من دومی رو اول گفتم. در این قسمت و در این درس به بعضی از موضوعاتی که به جذابیت کلام یک مجری کمک بسیار شایانی می کنند می از جمله بهترین کارهایی که یک مجری برای جذابتر شدن کارش می انجام بده استفاده از زربل مسل، شعر، حکایت، داستانهای کوتاه و مواردی مشابهه. با این شرط که خدمتتون ارز میکنم. اول کاملا به جا باشن. یعنی بدون زمان گفتن این ضرب مسئله. دوم اونها رو درست تلفظ بکنه. ریشه ضرب المثل رو به عنوان مثال بدونه بدون چه زمانی این ضرب المثل گفتنش کارسازه و باید انجام بده پس زمان مناسبش رو و اینکه تسلط به اون ضرب المثل از جهت خانش از جهت محتوای اون ضرب المثل فرقی نمیکنه حکایت های کوتاه حکایت های عبید زاکانی که همراه با تنز هستند عموما میتونه یک دلنشینی و شادابی خاصی رو به مخاطب شما ارائه بده خیلی کوتاه خیلی کوتاه